درست یک ماه مانده به انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور از مثبت شدن نتیجه تست کووید 19 برای خود و همسرش خبر داد. ترامپ در توییتی ابراز امیدواری کرد که همه با هم از این بحران عبور می‌کنیم، اما دوران قرنطینه می‌تواند روی مناظره انتخاباتی دوم که برای 13 روز دیگر برنامه‌ریزی شده و حتی سرنوشت انتخابات آمریکا تاثیرگذار باشد. ابتلای دونالد ترامپ و همسرش ملانیا که در پی ابتلای هوب هیکس، دستیار ترامپ و مدیر ارتباطات راهبردی کاخ سفید اتفاق افتاد، از همکنون گمان زنی ها در مورد احتمال به تعویق افتادن انتخابات را افزایش داده، هرچند در قانون اساسی ایالات متحده چنین مکانیزمی پیش بینی نشده است. با توجه به اینکه پست ریاست جمهوری آمریکا نمیتواند بیش از 4 سال در اختیار یک نفر بماند و در صورت برگزار نشدن انتخابات باید رئیس جمهور موقت تعیین شود، حدس و گمانهای قبلی درباره گزینه‌های احتمالی دوباره مطرح شده است. یکی دو ماه قبل هم گزینه‌های پیشرو در صورت تأخیر در انتخابات مطرح شد و آن زمانی بود که دونالد ترامپ در اواخر ماه ژوئیه این موضوع را مطرح کرد. او با اشاره به همه‌گیری ویروس کرونا گفته بود: آیا بهتر نیست که انتخابات ریاست جمهوری آینده به تعویق بیفتد تا مردم بتوانند به درستی و با اطمینان رأی دهند؟ واکنش‌های منفی به این پیشنهاد موجب شد که ترامپ اظهاراتش را تعدیل کند و بگوید که در پی تعویق و تغییر تاریخ برگزاری انتخابات نیست، اما در عین حال خواهان انتخابات تقلبی هم نیست. اما آیا رئیس جمهور آمریکا می‌تواند انتخابات را به تعویق بیندازد؟ پاسخ قانون اساسی آمریکا به این پرسش منفی است. قانون اساسی این کشور با صراحت میگوید که کنگره و نه رئیس جمهور زمان انتخابات مربوط به رهبری کشور را تعیین میکند. در حال حاضر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دموکرات هاست و موافقت آنها با تغییر زمان انتخابات دور از ذهن به نظر میرسد. تغییر زمان انتخابات هم کمک چندانی به دونالد ترامپ نمی کند، چون بر اساس قانون اساسی حداکثر تاریخ حضور رئیس جمهور و معاونش در کاخ سفید 20 ژانویه است. دونالد ترامپ همواره به اختیارات اضطراری و فرمانهای خاص ریاست جمهوری تکیه می کند، اما در این خصوص قانون اساسی آمریکا اختیارات را به کنگره تفویض کرده و دخالت رئیس جمهور غیر قانونی تلقی می شود. از سوی دیگر، نمایندگان کنونی مجلس نمایندگان آمریکا نمی توانند در این خصوص تصمیم گیری کنند، چون دوره 4 ساله نمایندگی آنها در تاریخ 3 ژانویه 2021، یعنی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، پایان می یابد. بنابراین جانشینی موقت نانسی پلوسی، رئیس دموکرات کنگره آمریکا، منتفی است. تصمیم گیری مجلس سنا هم به دلیل پایان دوره 35 نماینده و از اکثریت افتادن حزب جمهوری خواه با پیچیدگی هایی روبرو می شود. مجالس آمریکا این امکان را هم دارند فردی خارج از همکاران خود را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب کنند که می تواند هر شهروند آمریکایی بالاتر از 35 سال باشد. یکی از گزینه‌های این احتمال جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ است. به این ترتیب با بررسی گزینه‌های احتمالی به نظر می‌رسد تعویق انتخابات به نفع دونالد ترامپ نیست، مگر اینکه او و همکارانش طرح پیش‌بینی نشده‌ای را در نظر داشته باشند. در حالی که سیاستمداران برجسته متعددی در جهان به کووید 19 مبتلا شده اند، هیچ یک از آنها همچون دونالد ترامپ با چنین شرایط حساسی در آستانه انتخابات مواجه نبوده اند. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخستین سه‌شنبه ماه نوامبر در هر 4 سال است.